اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن وأهلك أعداءهم وقتلتهم وظالمهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم يا أئمة البقيع. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و سروران حسینی. خداوند متعال رو در این روز یک شنبه که متعلق به وجود مقدس آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه است قسم میدیم به عنایت حضرت و به شفاعت حضرت ظهور منتقم آل محمد منجی عالم بشریت آقا حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو تعجیل بفرمایند تا انشاءالله به عنایت حضرت به دستان مبارک حضرت این مکان شریف جنت البقیع بازسازی بشه. در خدمت شما سروران هستیم از سرزمین مقدس کربلا با برنامه معراج و خدمت کارشناس محترم برنامه حاج آقای بهره‌مند به نیابت از همه شما عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنون و متشکر. بنده هم خدمت همه بینندگان محترم و عزیز سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم همه عزیزان مورد لطف حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف باشند و امیدواریم خدای عز و جل به همه دوستان و شیعیان اهل البیت در سراسر عالم لطف کند و آنها را از همه گرفتاری ها نجات مرحمت فرماید انشاءالله. با توجه به فرازی از فرمایشات حضرت صدیقه سلام الله علیها در خطبه شریف فدکیه بله. که می‌فرمایند سرعان ما احدثتم، اشاره فرمودید به شتاب اهل سقیفه و بله. پیروان زلالت در بدعت گذاری بعد از شهادت پیامبر اکرم بله. صلی الله علیه و آله، و اینکه این فرمایش حضرت بایستی مصدر و ملاک و سند تاریخ قرار بگیره، اینکه در تمامی مسائل کلام معصومین حق است و حق بایستی با توجه به کلام معصومین سنجیده بشه. به بررسی واژه حق در قرآن کریم پرداختیم و آیات شریفه رو بعضی از اونها رو برامون تلاوت فرمودید که خداوند متعال مصادیق مختلف کلمه حق رو مشخص فرمود. انشاءالله در خدمتون هستیم بعد از حدیثی که تقدیم شما بینندگان عزیز میکنیم و ادامه بحث رو میشنویم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. ما حاصل بحث ما این شد
که اهل تحقیق، نویسندگان، گویندگان، علما، دانشمندان کلام و فرمایش حضرت زهرا علیه السلام و به طور کلی فرمایشات 14 معصوم علیه السلام را باید اصل قرار بدن در تحقیقاتشون و بر اساس فرمایشات معصومین و گفته های حضرت زهرا علیه السلام اگر تفسیر می نویسن بر این اساس تفسیر بنویسن، اگر تاریخ می نویسن بر این اساس تاریخ بنویسن، هر مطلبی را که خواستن بنویسن باید سر لوحه مطلبشون فرمایش 14 معصوم و گفته حضرت زهرا علیه السلام باشد، برای اینکه اینها حجج الهی هستن، علمشون علم الهی است و دارای عصمتن، خطا ندارن، سهو ندارن، نسیان و فراموشی ندارن و کلامشون عین قرآن مجیده، همینطوری که قرآن برای همه مسلمین اصل است و انحراف در قرآن راه ندارد، باطل در قرآن راه ندارد، فرمایشات 14 معصوم علیه السلام هم قرآن گفته خدای تبارک و تعالی که این گفته به زبان امیرالمؤمنین علیه السلام صادر شده است، به زبان حضرت زهرا علیه السلام صادر شده است. و اگر معصوم در بین خلایق و مخلوقات و بین مسلمین نباشد، این ارتباط مخلوق با خالق سبحانه و تعالی، اون ارتباط قطع میشه، برای اینکه اونی که ما را به خدای عز و جل میرساند و ما را به احکام الهی میرساند، اون وجود امام معصومه، وجود امام معصومه که هم علمش علم الهیه هم دارای مقام عصمته. اگر او نباشد، این پیوند بین مخلوق و بین خالق، این پیوند از بین میره. بنابراین نه خالق شناخته می شود و نه احکام او شناخته می شود. پس باید، به این دلیل باید یک حجت الهی همیشه دائما در زمین باید باشد. لذا می فرماید از وقتی که خدای عز و جل آدم را آفرید تا زمان خاتم، تا قیام قیامت، خدای عز و جل این زمین را از حجت خالی نمیگذاره، برای اینکه این حجت این سبب اتصال مخلوق به خالق سبحانه و تعالی، و این اتصال اتصال علمیه، اتصال معرفتیه، یعنی برای اینکه معرفت حاصل بشه، مخلوق خدا را بشناسد و مخلوق احکام الهی را بشناسد و مخلوق عمل کند به دستورات خدای عز و جل، باید در این بین یک واسطه‌ای باید باشد که این واسطه هم جنبه گیرندگی دارد از طرف خدای عز و جل، هم جنبه بشری دارد که میتواند این احکام الهی دریافت شده از ناحیه خدای عز و جل را تحویل بشر بده، هم قل انما انا بشر مثلكم، هم یوحا الی، که دو دسته در اینجا خطا میکنن. یه دسته ای که میگن اصلا پیغمبر و ائمه هدا علیه السلام اینا بشر محضن و با بشر عادی تفاوتی نمیکنن، یه خورده از بشر عادی یه خورده بالاتره، یه خورده علمشون بیشتره. اینا یک دسته اشتباه کردن. یه دسته هم اون کسانی که میگن اصلا نه، اینا جنبه بشری ندارن، فقط جنبه الهی دارن، لذا شهید هم نمیشن، کشته هم نمیشن. یه عده گفتن بعد از شهادت امام حسین علیه السلام اصلا امام حسین شهید نشده، چرا؟ چون جنبه بشری اصلا نداره. هر دوی اینها در خطا هستند. اونی که درست است، قل انما انا بشر مثلكم یوحا الیه،
ظاهر بشری دارن که بتونن که بشر بتونه با اونها در تماس باشن و از اونها احکام الهی را سوال کنن، هم جنبه نوری معنوی الهی دارن که مستقیما بی واسطه دریافت میکنن علم الهی را و احکام الهی را از خدای تبارک و تعالی. از این جهت روایت میفرماید سلم من صدقکم، هر کسی شما 14 معصوم را باور کند، تصدیق کند، اعتقاد قلبی به حقانیت شما داشته باشد، یعنی کلام 14 معصوم را حق بدونه، عمل حق 14 معصوم را حق بدونه، سکوت و تقریر 14 معصوم علیه السلام را حق بدوند و بهش باور داشته باشد و یقین داشته باشد، این در سلامت خواهد بود، در سلامت از انحراف، در سلامت از گمراهی، سالم خواهد بود از هلاکت در دنیا و هلاکت در آخرت، از هر نوع بلایی که موجب هلاکت او خواهد شد در امان خواهد شد. چرا؟ چون باور کرده است حقانیت 14 معصوم علیهم السلام را. بنابراین اینها باید اصل باشند در زندگی. معیار حق فقط و فقط 14 معصوم باید باشد. از این جهت فرمود الحق معکم فیکم منکم الیکم و انتم اهله و معدنه. در ادامه می فرماید و هدی من اعتصم بكم، هر کسی چنگ بزند به ریسمان محکم شما که ریسمان شما همون ولایت شما، همون ارتباط محکم شما به خدای تبارک و تعالی، هر کس به این به وجود شما چنگ بزند، این هدایت شده است به اون صراط مستقیمی که ما دائما حداقل روزی 10 مرتبه از خدای عز و جل تقاضا میکنیم اهدنا الصراط مستقیم، ما را به صراط مستقیم هدایت کن. در صورتی به صراط مستقیم هدایت میشویم که ما معتصم بشیم و چنگ بزنیم به انوار طیبه 14 معصوم که نورشون نور خدای تبارک و تعالی است و اول نوری که در عالم وجود ظاهر شده و با این نور خدای عز و جل شناخته می شود. بکم عارف الله، به وجود شما خدا شناخته شده است، به وجود شما خداوند پرستش می شود. فرمایشی هست از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت می فرماید فلیوال علی ابن ابی طالب، باید ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را باید پذیرفت. چرا؟ چون ولایت او نفس ولایت خدای تبارک و تعالی. لذا هر جا صحبت از ولایت خدا و رسول شده، ولایت امام علیه السلام هم شده است. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. هر جا اطاعت از خدا، سخن از اطاعت پروردگار شده است، اطاعت از 14 معصوم هم بحثش به میان آمده، پیش آمده. لذا می فرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. پس می فرماید باید ولایت آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام را پذیرفت و ذریته من بعده، و ولایت امامانی که از ذریه آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام هن. باید ولایت اونها را پذیرفت، قبول کرد. به این ولایت باید انسان ایمان داشته باشد. فهم الائمه، می فرماید امامان و پیشوایان همه مسلمانان منحصرا اونها هستند.
و هم الائمه، یعنی امیر المؤمنین سلام الله علیه و 11 امام بعد از امیر المؤمنین از فرزندان امیر المؤمنین سلام الله علیه، اونها را خداوند برگزیده و انتخاب کرده است به عنوان امام، به عنوان پیشوا که پیش میبرن و هدایت میکنن خلق خدا را به سمت خدای تبارک و تعالی و خلق خدا را نجات میدن از اینکه مورد غضب خدای عز و جل قرار بگیرن و نجات میدهد خلق خدا را از اینکه در گمراهی واقع بشوند. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم کیان؟ 14 معصوم علیه السلام. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اگر چنگ بزنیم به 14 معصوم علیه السلام، نه جزء مغضوب علیهم قرار میگیریم و نه جزء گمراهان قرار میگیریم. و هم الاوصیاء، منحصرا اوصیاء پیغمبر اکرم، چون پیغمبر اکرم سنیان نقل کردن که آقا رسول الله فرمودن اوصیاء من 12 نفرن. این 12 نفر به عنوان وصی پیغمبر کیا هستند؟ این روایت شریفه میفرماید امیر المؤمنین سلام الله علیه و 11 امام بعد از امیر المؤمنین، اینها اوصیاء آقا رسول الله هم. اعطاهم الله علمی و فهمی. پیغمبر اکرم میفرماید خداوند به این 12 امام هم علم مرا داده است، علم پیغمبر اکرم، علم خدای تبارک و تعالی، چیزی از علم پیغمبر مخفی نیست، همه چیزها را پیغمبر اکرم میداند، همه احکام الهی را میداند. اونی که نیازمند بشر است، نیاز بشر هست برای سعادت، علم به احکام الهیه. یعنی علم داشته باشیم به حلال الهی و علم داشته باشیم به حرام الهی، همش در علم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جمع شده و دروازه به سوی علم پیغمبر اکرم وجود مبارک امیر المؤمنین و امامان بعد از امیر المؤمنین علیه السلام. لذا فرموده انا مدینة العلم و علی بابها. سنی ها هم این را نقل کردن، چه بسا تعدادشون بیشتر از علمای شیعه هم هست در نقل این حدیث. انا مدینة العلم، شهر علم منم و علی بابها، و علی ابن ابی طالب علیه السلام دروازه این مدینه علم است. بس از راه امیر المؤمنین باید وارد مدینه علم شد و از راه امیر المؤمنین احکام الهی را انسان میتونه بهش پی ببره. بنابراین اصل در تمام علوم و در تمام دانش ها، اصل باید فرمایش 14 معصوم علیهم السلام باشه. فهم الائمه و هم الاوصیاء اعطاهم الله علمی و فهمی لا يدخلونكم في باب ضلال. پیغمبر اکرم میفرمود اینها، این 12 امام و قلب این 12 امام وجود مبارک حضرت زهرا علیه السلام، چون فرمود و فاطمه حجت علینا، ما همه 12 امام حجت الهی هستیم بر خلق خدا و فاطمه حجت علینا. می فرماد اینها شما را در باب زلالت وارد نمی کنن، شما را گمراه نمی کنن، چون معصومن، چون علم دارن. ولا یخرجونکم من باب هدن، از باب هدایت هم شما را بیرون نمی برن، بلکه شما را در جاده مستقیم هدایت قرار میدن. لا تعلموهم، چیزی به اینها یاد ندید، اینها نیازی به علم شما ندارن.
فهم اعلم منکم، اینها از شما داناترن، از شما آگاهترن و دور است از حکمت الهی. با وجود اعلم، خدای عز و جل غیر اعلم را امام قرار بده. از اینکه خدای عز و جل این 12 امام را امام قرار داده است، خدا حکیمه، یعنی بهترین ها را انتخاب کرده، کسانی را انتخاب کرده که مثلی ندارن، شبیهی ندارن، در عرض کسی، در عرض اونها کسی نیست. همه اونها، همه ما دون اینها در مرتبه بعد از اونها هستن و باید برن سراغ 12 امام علیه السلام. هر کی هر چی بخواد از علم و دانش و فهم و درک، درک حقایق و درک احکام الهی، باید زانو بزنن در خانه 12 امام علیه السلام. لذا می فرماید شما چیزی یاد اینها ندید، اینها علمشون از شما بالاتره. باز پیغمبر اکرم در حدیث دیگری فرمودن لا تعلموهم، چیزی به اونها یاد ندید، ولا تتقدموهم، از اونها جلو نیفتید در زندگی، ولا تتخلفوا عنهم، از اونها عقب نیفتید، نه جلو بیفتید نه عقب بیفتید، همراه اونها باشید. قرآن کریم در آیه شریفه قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. صادقین 12 امام علیهم السلام، و ما مأموریم که همراه اونها باشیم، نه از اونها جلو بیفتیم نه از اونها عقب بیفتیم، و در کسب علم و دانش به سراغ دیگران نریم، دیگران چیزی ندارن. اگر کسی مطلب خوبی داشته باشد، علمی داشته باشد، دانشی داشته باشد، قطعا این علم و دانش او یک قطره است از دریای بی منتهای علم و دانش 14 معصوم علیهم السلام. بنابراین حکما، عرفا و هر کسی که ادعای این که علمی دارد، دانشی دارد، بداند یا نداند، علم او گرفته شده است از علم بی منتهای حضرات 14 معصوم علیهم السلام. لذا می فرماید ان ذکر الخیر کنتم اوله. خیر یکی از مصادیقش علم و دانشه. اگر علم و دانشی هست در نزد کسی، بعضی ها میگن علم و دانش مثلا نزد بو علی سینا هست، نزد ملا صدرا هست، بعضی میگن علم و دانش نزد فلان عارفه. ان ذکر الخیر، شما اصل اون خیرید، اول اون خیرید. ان ذکر الخیر فانتم اوله، شما اول اون خیرید، اول اون علمید، آخر اون علمید، اصل اون علمید، ریشه اون علمید، منتهای اون علمید. بنابراین افراد عالم و دانشمند بدانند یا ندانند، علمشون گرفته شده از علم بی منتهای 14 معصوم علیهم السلام. می فرماد فانهم مع الحق، اینها با حق همراهی دارن. حق طبق بحثی که در جلسه قلب داشتیم، حق یعنی خدای تبارک و تعالی، حق یعنی قرآن کریم. با خدا همراه خداوندن، از خدا جدا نمیشن، مع الحق. از قرآن کریم جدا نمیشن، با قرآن کریم. و الحق معهم، خدا هم با اونهاست، قرآن هم با اونهاست. لا یزالونه، هیچ وقت از قرآن جدا نمیشن، هیچ وقت از خدای تبارک و تعالی جدا نمیشن.
اسم خدا اونم اسم اعظم خدا چگونه از خدای عز و جل جدا بشه، کلمه تامه خدای عز و جل چگونه از خدای تبارک و تعالی جدا بشه. در حدیثی است حذیفه میگه من محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودم که سلمان محمدی علیه الرحمه سؤالی کرد از محضر آقا رسول الله درباره امامان و سأله سلمان عن الائمه، فقال پیغمبر اکرم در جواب فرمودند الائمه بعدی، امامان منتخب از سوی خدای عز و جل بعد من، عدد نقباء بنی اسرائیل، به تعداد نقبای بنی اسرائیل که 12 نقیب بودند، 9 من صلب الحسین، 9 تا از اونها از صلب آقا امام حسین علیه السلام، که این اثر اون شهادتی که سید الشهدا علیه السلام داشتن و خدا به خاطر این شهادت امامت را در ذریه امام حسین علیه السلام قرار داد. و منا مهدی هذه الامه، مهدی که مورد اعتراف همه مسلمینه، تمام مسلمین در اصل وجود مهدی در آخر الزمان که ظاهر می شود و بهی املا الله الارض قسطا و عدلا کما ملا الظلما و جورا، که سنی ها نقل کردند که اگر چنانچه از عمر این عالم فقط یک روز باقی مونده باشد، خداوند اون روز را اونقدر طولانی می کند تا سرانجام شخصی را ظاهر می کند که از فرزندان پیغمبر، نامش نام پیغمبر، کنیش کنیه پیغمبر اکرمه، یملع الله به الارض قسطا و عدلا کما ملع الظلما و جورا. در این روایت شریفه پیغمبر اکرم به جناب سلمان می فرماد اون مهدی این از ما خانواده است، و من نام مهدی هذه الامه، یه مهدی دیگری درست نکنید. بنی العباس مهدی درست کردن، بنی امیه مهدی درست کردن، مهدی این امت که مورد اتفاق تمام امت است او از ما خواهد بود. الا انهم مع الحق والحق معهم، حق با اونهاست و اونها هم با حقن، که عرض کردیم حق یعنی الله، حق یعنی قرآن کریم، از خدا جدا نمیشن، خدا هم از اونها جدا نمیشود، اینها با قرآنن و قرآن هم با اونهاست. لن یفترقا، با قرآن از قرآن جدا نمیشن، لن برای نفی عبده، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بنابراین اصل همه علوم باید فرمایشات 14 معصوم علیهم السلام باید باشه. بسیار ممنون و متشکرم از فرمایشات شما. انشالله خداوند آنی و لحظه ما رو به حال خودمون با نگذاره و علی الدوام ما رو مؤید به عنایت و هدایت آل الله قرار بده. میان برنامه رو تقدیم شما عزیزان و سروران میکنیم و به استدیو برمیگردیم و انشالله پاسخگوی سوالاتتون خواهیم.
عرض سلام و ادب مجدد خدمت شما عزیزان و همراهان حسینی. اولین سوالی که مطرح شده این هست که پرسیدن شخصی مرا وکیل کرده که حاجتی برای او تهیه کنم، اما فروشنده به من تخفیف داد، آیا می توانم آن اضافه را برای خودم نگه دارم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نه، نمیشه، چون این وکیله و باید صاحب مال خبر داشته باشد از این داستان. اگر خبر داشته باشد و راضی باشه میتونه اون اضافه رو برای خودش برداره، و الا جایز نیست، مگر اینکه خودش نه به عنوان وکیل خودش مستقلا مالی را مثلا میخره به 10 تومان و میفروشد به 12 تومان، اون 2 تومان اضافه، این اشکالی نداره، این حقشه. اما اگر چنانچه وکیل باشه، این هر عملی که انجام میدهد برای موکل خودش انجام میده، بنابراین موکل باید خبر داشته باشد از اون مقدار تخفیفی که بهش داده است اون فروشنده، و بدون علم اون موکل تصرف در اون اضافه درست نیست. بله، پرسیدند که آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا پایان عمر شریفشان خواندن و نوشتن بلد نبودند بر اساس آنچه که گاهن نقل میشه، یا به مرور زمان یاد گرفتند؟ پیغمبر اکرم درست قرآن کریم دربارهشون میفرماید امیه، النبی الامی، اون تا باید کلمه امی را بفهمیم معناش چیه. معنای امی نه یعنی بی سواد، پیغمبر سواد خوندن و سواد نوشتن داشتن، هم بلد بودن بنویسن هم بلد بودن که بخونن، اما بنابر مصالحی دست به قلم نبردن، ولی نوشتن را بلد بودن، خوندن را هم بلد بودن. معنای امی نبی سواد، امی یکی از معانیش اینه که منسوب به شهر مکه، چون مکه ام القرى است، یعنی این شخص، این بزرگوار اهل مکه است. معنای دیگر امی اینه که منسوب به ام، این هر چی دارد از طرف خدای عز و جل مادرزادیه. چیزی یاد این پیغمبر ندید، وقتی متولد شد علمش حامل علم خدای تبارک و تعالی، و کسی که حامل علم خدای متعال است، این نمیتوند از سواد بهره‌ای نداشته باشه، و این حرف درست نیست. اگرچه متاسفانه میبینی بعضی حتی علمای شیعه این حرف را زدن که این پیغمبر بی سواد بوده، نه خیر، این درست نیست. این مطلب به روایات، این مطلب بهش توجه نشده است. روایات متعدده، نه یک روایت، دو روایت، چندین روایت که امامان علیه السلام فرمودن که پیغمبر اکرم هم بلد بوده، بله، هم بلد بوده بنویسه، هم بلد بوده که بخونه. بله. سوال دیگه این هست که آیا پوشیدن لباس هایی که روی آن عکس بطری شراب تبلیغ شده است جایز است؟ حرمت شراب به حدیه که اگر کسی شراب رو بفروشه، شراب رو بخره، انگور رو بکاره برای شراب، انگور را حمل کنه از باغش به سوی کارخونه شرابسازی، ساختن شراب، خب نگهداری شراب، خوردن شراب، تبلیغ از شراب، همه اینها جزء محرمات. بنابراین چنین لباسی که شخصی که پوشیده است این لباس را داره تبلیغ میکند خمر را، داره تبلیغ میکند شراب را، و شراب خاری را، پوشیدن چنین لباسی قطعا جایز نیست، حرام، و فروختن این لباس، فروختن و خریدن چنین لباسی هم جایز نیست. بله، پرسیدند که اگر چند سال غسل جنابت را اشتباه انجام می دادم الان تکلیفم چیست؟ الان هم باید اون غسل را تکرار کنه، مثلا این طرف راست را اول می شسته، بعد طرف چپ را می شسته، بعد سر و گردن را می شسته. اشتباه غسل اینه،
ترتیب رو در غسل رعایت نکرده. اول بدن رو شسته و بعد سر و گردن رو شسته. خب این غسلش قطعا باطله. غسل رو باید اعاده کنه به نحو صحیح و در اون نمازهایی که در این مدت خونده همه اون نمازها رو باید اعاده کنه و خدمتون عارضم روزه هایی هم که گرفته روزه ها رو باید قضاشا به جا بیاره. بله. پرسیدن که حکم گوشت های وارداتی که روی آنها نوشته شده ذبح حلال چیست؟ ذبح حلال چند تا شرط داره. اولا اون ذابح ذبح کننده باید مسلمان باشه. ثانیا نام خدای عز و جل هنگام ذبح باید جاری بشه بر زبان. دیگر اینکه به طرف قبله حیوان را ذبح کنن با آلتی آهنی باید اون حیوان ذبح بشه. چهار رگ او باید کاملا قطع بشه و بریده بشه. پس اگر یکی از این شرایط محقق نشود اون ذبح شرعی نخواهد بود. بنابراین اگر یقین داریم که این گوشت های وارداتی تمام این شروط در موردش محققه، علم داریم، یقین داریم، خب اشکالی نداره. مادامی که یقین نداریم و علم نداریم اصل را باید بگذاریم بر عدم حلیت این گوشت ها. بله. پرسیدند که حکم دروغ گفتن چیست؟ خب دروغ گفتن که از گناهان کبیره است، گناهی که خدای عز و جل وعده عذابش داده و از ام الشرور مادر سایر گناهان. اگر همه گناهان را در یک صندوق قرار بدن کلید اون صندوق دروغ خواهد بود. که سوال میشه از جبرائیل که آیا مؤمن سرقت میکنه، دزدی میکنه؟ عرض میکنه بله. آیا یک شخص مؤمن زنا میکنه؟ عرض میکنه بله. بعد میپرسن آیا یک مؤمن دروغ میگوید؟ عرض میکنه نه، دروغ نمیگوید. یعنی دروغگویی بدتر از زناکاریه و بدتر از سرقت اموال مردمه، در نتیجه جزء گناهان کبیره حساب میشه. بله. بسیار ممنون و متشکرم از پاسخهای شما و تشکر میکنم از همه شما عزیزان که امروز هم مهمان این برنامه بودید و ما رو همراهی کردید. انشالله که همیشه در سلامت و عافیت باشید. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا بفضلك من خير اعوانه وانصاره. یا علی مدد، خدایا رو نگهدارت.